سلام 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 به همه شما دیلی فیتنسی های عزیز. امروز با یه برنامه دیگه اومدم پیشتون. برنامه امروز قراره یه سری تمرین رو توش داشته باشیم که به قوی کردن عضلات دست ما کمک میکنه و این حرکات هیچ محدودیتی چه برای افراد مسن چه کسایی که آسیب دارن توی ناحیه مچ و یا آرنج نداره و بدون هیچ فشاری عضلات دست ما رو قوی تر میکنه تا ما بتونیم فشار رو از روی این مفصل ها برداریم. و یه قبل از اون، اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدید، یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. خیلی خوب، بریم سراغ تمرین اول. انجام برنامه امروز به این کشای لوپ احتیاج داریم که همونطوری که قبلا توی برنامه‌های قبلی هم بهتون گفتم، اینا با رنگ‌های مختلف توی بازار موجود هستن که هر رنگی نشونه یک مقاومت خاصی است و شما اون کشی رو تهیه کنید که فشار متوسط رو به بالا رو به شما وارد می‌کنه. خیلی خوب، برای تمرین اولم می‌خوام کشم رو بندازم دور مچم و دستامو رو به روی سینم قرار بدم. دست ها نه افتادن پایین نه بالاتر از سرشونم، دقیقا روبروی سینم و قراره کش رو توی حالت کشش قرار بدم. توی این حالت کف دستام روبه همه و قراره 30 ثانیه توی این حالت مکس داشته باشیم، از 15 تا 30 ثانیه بر اساس توان خودتون. بعد از 30 ثانیه مکس قراره که روبه خارج 20 تا ضربه بزنیم و این حرکت رو برای 4 تا سته در واقع 30 ثانیه مکس 20 ضربه تکرار کنیم. یادتون باشه که وقتی نوبت به ضربه زدن رسید، نذارید موقع برگشت دستتون کش دست شما رو کنترل کنه و دستتون رو با کنترل خودتون برگردونید. خیلی خوب، بریم سراغ 20 ضربمون. خیلی خوب، بریم سراغ حرکت دوم. خب حرکت دوم اون از حرکت اول سخت‌تره، برای همین میتونید مقاومت کشتون رو توی حرکت دوم بیارید پایین اگر که حس میکنید نمیتونید حرکت رو تا آخر انجام بدید. حالا حرکت چی است؟ دوباره کشا رو توی همون دور مچامون نگه میداریم روبروی سینه. قراره که با 10 تا ضربه دستان برسه به این حالت و بعدش دوباره با 10 تا ضربه برمیگرده روبروی سینه و با 10 تا ضربه به سمت پایین میاد. قراره این روند رو 2 تا ست در واقع تکرار کنیم، یعنی هر دوباری که دستم به بالای سرم میرسه و برمیگرده میشه 1 ست ما و قراره اونو برای 4 بار تکرار کنیم. خیلی خوب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. توی زاویه دیگه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب، برای این حرکت رو برای 4 تا ست تکرار کنیم. بریم سراغ حرکت سوم. خب برای حرکت سوم قراره مثل همون حرکت اول همه چیز رو تکرار کنیم، با این تفاوت که این بار کف دست هام رو به هم نیست و کف دست هام پشت به هم قرار دارم و در واقع پشت دستامه که رو به همه. توی این حالت کش رو دوباره میکشم 30 ثانیه 15 تا 30 ثانیه مکس، بعد از اون 20 تا ضربه. مثل همون حرکت اول دستم رو به روی سینه است، بالاتر از سرشونم نیست، نیفتاده. بعد از 15 تا 30 ثانیه مکس نوبت میرسه به ضربه زدن. بریم سراغ ضربه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. این چرخش دست کمک میکنه که عضلات زیرین دست ما
درگیر بشن و در واقع ما با یک چرخش ساده، با یک روتیشن ساده عضلات رو تغییر میدیم، عضلات هدف و درگیرمون رو تغییر میدیم. خیلی خوب، بریم سراغ حرکت چهارم. حرکت چهارم، عضله‌ای که مد نظرمون هست ساعد هست. ما قوی شدن ساعدمون، در واقع مشهامون خیلی از دردایی که امکان داره طی روز احساس کنیم راحت میشن. قراره چیکار کنم؟ کشم رو به این حالت توی دستم میندازم، یک دستم به سمت پایین، دست دیگه کف دستم رو به خودمه. قراره دستم رو فقط و فقط از مچ خم کنم، فقط و فقط از مچ. بهتر که تو این حرکت از کشی با مقاومت بالاتر استفاده کنید و یا نه، اگر کش ندارید کش خودتون رو که دارید رو میتونید یه گره بزنید و کوتاه ترش کنید تا اینجوری به شما مقاومت بیشتری بده. فقط و فقط عضله ساعد من هست که درگیره. مچتون رو نذارید برگرده، فقط از کف، از این حالت رو به بالا 90 درجه همین، و عضله ساعد ما توی این حالت درگیر هست. این حرکت رو برای 3 تا 3 تا 30 تایی برای هر کدوم از دست ها تکرار میکنیم. هرچه سرعت انجام حرکت رو پایین بیاریم درگیری عضله بیشتر هست. خب بر حرکت آخر میخوام تمرکزم رو همچنان روی ساعد نگه دارم. برای همین دستام توی همون حالتی که بود، در واقع یکی کف دست ها پشت به هم دیگه توی این حالت، توی کش، توی همون حالت نگه میدارم. یکی از دست هامو خم میکنم رو به روی صورتم، دست دیگر رو میگیرم رو به رو، و این بار به سمت بالاست که مچم خم میشه، در واقع برعکس حرکت پیش. شما اینجا میتونید درگیری عضله ساعد من رو ببینید. باز هم اگر کشتون براتون ضعیف هست، کششش و اون فشار لازمه رو بهتون وارد نمیکنه، دوباره میتونید کشتون رو گره بزنید. این حرکت رو برای 3 تا 3 تا 20 تایی تکرار میکنید. خیلی خوب، این بود از برنامه امروز ما. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشین و براتون حسابی مفید بوده باشه. ما رو حتما از نظراتتون مطلع کنین تا بدونیم دوست دارید بیشتر توی چه زمینه‌هایی براتون ویدیو درست کنیم. خیلی خوب، همراهی ما رو تو ویدیوهای بعدی فراموش نکنید. خدا نگهدار.